سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به حواشی اجرای کنسرت پرواز همای برای سالمرگ قاسم سلیمانی میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. در حالی که بسیاری از خواننده ها در راستای همراهی با مردم کنسرت های خودشون رو لغو کردند، سعید جعفرزاده احمد سرگورابی با نام هنری پرواز همای برای سالمرگ قاسم سلیمانی برنامه اجرا کرد. در این مراسم که به صورت خصوصی در تالار وحدت تهران برگزار شده بود، خانواده قاسم سلیمانی هم حضور داشتند. بیش از 100 روز از خیزش سراسری در کشور میگذره، شرایطی که بیش از هر زمان بخشی از فضای هنر رو دچار توقف کرد و در این سکون همانند آنچه در دوران کرونا شاهد بودیم بیشترین سهم از آن موسیقی شد. عرصه موسیقی که در دوران کرونا کم آسیب دیده نبود، بیش از آغاز این جریانات هم به شکل موسوم به خاطر ایام سوگواری محرم و سفر طی 2 ماه تعطیل شده بود. بسیاری از هنرمندان بر این باور بودند که هنر در هیچ شرایطی نباید متوقف بشه، چرا که هنر و البته فرهنگ همچون رودی جریان داره و لازمه و پایه و اساس تفکر در یک جامعه است. بعد از آغاز ناآرامی ها بیان که اطلاع رسانی رسمی صورت بگیره، کلیه کنسرت ها لغو شدند و بعد از اون به نظر می رسید که کسی چندان خواستار ادامه فعالیت های هنری نیست. این وضعیت تا حدی بود که حتی کنسرت برخی خواننده ها از جمله استاد مجید انتظامی هم در این شرایط لغو شد. دفتر موسیقی طی نشستی خصوصی با خبرنگاران به دنبال یافتن راه حلی برای وضعیت موجود بود. بعد از اقدام دفتر موسیقی، وزیر فرهنگ هم چند جایی به نبود محدودیت برای برگزاری کنسرت‌ها تاکید کرد و از هنرمندان درخواست کرد که فعالیت‌های هنری خودشون را از سر بگیرن. اما برخی در واکنش به این اظهارات اسماعیلی، وزیر ارشاد، به این موضوع اشاره داشتند که وقتی بعضی از هنرمندان موسیقی در جریان وقایع ماه‌های اخیر دستگیر شدند و هنوز در زندان هستند و بعضی به تازگی با قید وثیقه آزاد شدند، برگزاری کنسرت کاری نیست که به راحتی بتوان انجام داد. بعضی‌ها هم به ممنوع کاری پیشین هنرمندان موسیقی اشاره کردند و گروهی دیگه هم به اوضاع اجتماعی حال حاضر که مساعد برگزاری کنسرت نیست. همین صحبت‌های او با واکنش‌های بسیاری از هنرمندان و خوانندگان دیگری در جامعه همراه بود که در شرایطی که برخی هنرمندان در زندان به سر می‌برند و مردم کشور هم روحیه چندانی برای شرکت در کنسرت خوانندگان مورد علاقه‌شون نشون نمی‌دن، برگزاری کنسرت‌ها چه سودی در جامعه داره؟ سخنان وزیر ارشاد در میان مردم و هنرمندان با واکنش‌های زیادی روبرو شد و یکی از محکم‌ترین پاسخ‌ها رو مانی حقیقی، کارگردان و بازیگر سینما به اون داد که در پیامی ویدیویی گفت: در 4 گوشه این سرزمین داریم عزیزانمان را خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم. برای درک بهتر وضعیت امروز کنسرت‌های موسیقی در ایران، کافیه به یکی از سایت‌های فروش آنلاین بلیت مراجعه کنیم و به برنامه‌های 3 ماه گذشته و 3 ماه پیش روی سال 1401 نگاهی بندازیم. خواهیم دید که جدول برنامه‌ها خالی است و تحریم کنسرت‌های موسیقی از سوی هنرمندان و مردم ادامه دارد. در شرایطی که هنرمندان نه تنها به حضور در جشنواره فجر هم تمایلی نشون ندادند، حتی کنسرت‌های خارج از کشور خودشون را هم لغو کردند. اما رسانه‌ها و مقام‌های حکومت به تناوب ادعای استقبال از جشنواره را مطرح می‌کنند، در حالی که حتی با بلیط‌های رایگان نتونستند سالن اجرایی یک کنسرت حکومتی را هم پر کنند. اما در همین روزها که این موضوع مطرح بود، به یک بار در سالگرد مرگ قاسم سلیمانی شاهد برگزاری کنسرتی از سعید جعفرزاده احمد سرگورابی مشهور به پرواز همای منتشر شد که هرچند با حواشی هم همراه بود، اما باعث واکنش‌های بسیاری از سوی هنرمندان و مردم شد. پرواز همای خواننده‌ای بود که تا همین چند وقت اخیر حتی مجوز رسمی اجرا نداشت و برخی اجراهای او هم درگیر حواشی و لغو از سوی همین حکومت شده بود، حالا با این حرکت نه تنها از مردم حمایت نکرد، بلکه با این اجرا به برخی هنرمندان همسنف خودش هم پشت کرد و با این حرکت دشمنی خودش رو مانند حکومت با مردم نشون داد. این اجرای کنسرت توسط پرواز همای در حالی رخ داد که شمار زیادی از هنرمندان سینما، تئاتر و موسیقی ایران در همبستگی با خیزش مردمی رویدادهای تحت نظارت جمهوری اسلامی را تحریم کرده بودند.
حالا با نزدیک شدن روزهای برگزاری جشنواره فجر، نگرانی رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی بیشتر می‌شود، زیرا با چالش تحریم جشنواره‌ها از سوی هنرمندان هم مواجهند. در یکی از آخرین اظهار نظرها، محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، مدعی شد که جشنواره‌های فجر قوی‌تر و وسیع‌تر از گذشته برگزار می‌شه. معاون اول رئیسی این سخنان رو در حاشیه یک کنسرت حکومتی پرواز همای برای قاسم سلیمانی مطرح کرد. در مراسمی که به مناسبت سومین سال کشته شدن قاسم سلیمانی با بودجه وزارت ارشاد و شهرداری تهران در تالار وحدت برگزار شد، تنها شماری از وابستگان حکومت حضور داشتند و با وجود اینکه ورودی آن رایگان بود، با استقبال زیادی هم مواجه نشد. تصاویری که خبرگزاری دولتی ایرنا از این مراسم منتشر کرد هم این موضوع رو اثبات میکنه. در این مراسم تعدادی از مقام‌های حکومتی از جمله شهردار تهران، وزیر ارشاد، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و خانواده قاسم سلیمانی هم حضور داشتند. درباره هزینه‌های تولید و محل تأمین بودجه آلبوم جدید پرواز همایی هم اطلاعاتی زیادی در دست نیست. اما بعد از انتشار تصاویر اجرای این کنسرت در حضور مقام‌های حکومتی، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی واکنش او به سرنگونی هواپیمای اوکراینی در سال 1398 را یادآوری کردند که گفته بود پرواز اوکراینی به دلیل اینکه هواپیما از نوع بوئینگ بود سقوط کرد. حواشی اجراها و صحبت‌های این خواننده کم حاشیه نداشته. پرواز همای که تا چند وقت پیش هم طعم کنسرت آنلاین با صندلی‌های خالی رو چشیده بود، این روزها به دور از فعالیت‌های موسیقیایی در شمال کشور مشغول به ساخت یک دهکده چوبی و کار گردشگری بود که در یک اظهار نظر جنجالی گفته بود: اگه فقط یک دو تا چهار تا کنیم می‌بینیم تنها کسی که در حال حاضر موسیقی ایرانی کار می‌کنه اوست. پرواز همای در مورد نسبت آثارش با موسیقی ردیف دستگاهی ایران گفته: من سواد موسیقی دارم، موسیقی خوندم و الان هم در ایتالیا موسیقی کلاسیک میخونم. از موسیقی فولکلور شروع کردم و به موسیقی ایرانی رسیدم و حالا دارم موسیقی کلاسیک میخونم. اما او در واکنش به این پرسش که آیا در مورد همایون شجریان، علیرضا قربانی و سالار عقیلی هم چنین فکر میکنه پاسخ داد: همایون شجریان بخشای زیادی از موسیقی ایرانی رو کار میکنه. صدای سالار عقیلی هم بسیار قشنگه، اما کدام یکی از اینها دارن موسیقی ردیفی ایرانی کار میکنن؟ آقای قربانی که فقط با ارکستر ملی و ویولون میخونه. تنها کسی که سازهای ایرانی و دستگاه های اصفهان و ماهور، سه‌گاه و چهارگاه اجرا میکنه من هستم. من نوازنده هایی دارم که روی صحنه از مردم کف و سوت میگیرن. آنها نوازنده های من هستند. به وقتش با ارکستر سمفونی کار میکنم و به وقتش هم با اپرا کار خواهم کرد. همای همچنین در مورد اینکه قبلا گفته بود شرایط طوری شده که دیگه با موزیسین ایرانی کار نمیکنه توضیح داده بود: شما وقتی مینشینی که نار موزیسین ایرانی، خودش رو اونقدر خدا میدونه که باور و ایده تو را قبول ندارد و در خدمت تو قرار نمیگیرد. او همچنین چندی پیش هم با اجرای زنده در شبکه 4 صدا و سیمای جمهوری اسلامی و شعری که خوانده بود باعث حواشی زیادی شده بود و حتی کار به عذرخواهی مدیر گروه شبکه 4 هم رسید. سعید جعفرزاده احمد سرگورابی با نام هنری پرواز همای، خواننده ای که این روزها نامش دوباره در رسانه ها مطرح شده. این خواننده سالهای سال بود که برنامه‌ای در ایران نداشت و بیشتر فعالیت هاش رو معطوف به کشورهای دیگه کرده بود. کنسرت همای در سال مرگ قاسم سلیمانی همه رو متعجب کرد. همای از همون زمانی که در موسیقی ایران نامش مطرح شد، حاشیه های زیادی داشت و داره. او ایران رو ترک کرده بود و خواندن برخی اشعار که اندیشه های شادزی و خیامگونه را تداعی می کرد موجب شد که در 8 سال گذشته موفق به گرفتن مجوز برای برگزاری کنسرت هاش هم نشه. اما این بار پرواز همای مجوز کنسرتش رو گرفت و به قول خودش می خواست ادای دین کنه به سرزمینش. حاشیه های همای به اینجا ختم نشد و برخی رسانه ها با تکیه بر گذشته او بر او تاختند و اون رو به ریاکاری و دروغ متهم کرده بودند. خب دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.